اینکه صدای اعتراضات دانشجویی در حد انتظار شنیده نمیشه معناش سکوت دانشگاه ها نیست. این هفته شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور با انتشار اطلاعیه نسبت به سانسور اخبار و حرکات اعتراضی دانشجویان اعتراض کردند. شوراهای صنفی میگن از رسانه‌های داخلی وابسته به جریان‌های خاص انتظار ندارن که اخبار دانشجویی رو پوشش بدن، ولی از رسانه‌های مستقلی که با استفاده از رشد فناوری‌های ارتباطی وظیفه خودشون رو اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه می‌دونن انتظار دارن که فعالیت‌های دانشجویی رو پوشش بدن. توجه شما رو جلب می‌کنم به گزارشی از اعتراضات دانشجویی هفته اخیر از جلیل نادری. هفته‌ای که گذشت با رشته‌ای از اعتراضات صنفی تو دانشگاه‌های مختلف کشور همراه بود. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته دانشجوهای دانشگاه کاشان با امضای توماری نسبت به وضعیت کیفیت بهداشت و قیمت غذا اعتراض کرد. اعتراض مشابهی از طرف دانشجویان ساکن خوابگاه وصال دانشگاه تهران روز جمعه 21 آبان پس از پیدا شدن تکه‌های زباله تو غذا صورت گرفت. به گزارش پایگاه خبری بند یک دانشجو روز شنبه 22 آبان دانشجوهای دانشکده دامپزشکی کازرون و اساتید دانشگاه و از قطع درختان دست به اعتراض دادن و از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردن. بر اساس یک خبر دیگه قطع برق سه روزه یکی از خوابگاه‌های دانشگاه تهران، راه نیفتادن آسانسور، افزایش اجاره بقای خوابگاه و جواب ندادن مسئولان دانشگاه باعث اعتراض و تجمع دانشجوها شد. دانشجویان ساکن خوابگاه چمران در قطعنامه اعتراضی خودشون خواستار روشن شدن مسائل مبهم مالی و علت افزایش اجاره بها، عدم پاسخگویی مسئولین و ضعف‌های مدیریتی فراوانی شدند و بر مخالفت با اجرای طرح‌های در راستای زیر پا گذاشتن شأن دانشجویان ساکن خوابگاه، دخالت در حریم خصوصی و دست‌اندازی در فضای زیست دانشجوها به واسطه قوانین و بندها و تعهدنامه‌های بی اساس تأکید کردند. روز دوشنبه 24 آبان حدود 200 نفر از دانشجوهای دانشگاه قم در اعتراض به کیفیت بد غذا ظرفای خودشون رو از ساختمان مرکزی تا مرکز دانشگاه چیدن. بر اساس یک خبر دیگه دانشجویان دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران با جمع‌آوری امضا برای توماری به اخراج کارمند آموزش این دانشگاه اعتراض کردن. هفته گذشته دانشجویان دانشگاه بجنون در اعتراض به اوضاع صنفی و مشکلات رفت آمد شهری و عدم کیفیت مناسب غذا مسیر ورودی دانشگاه رو مسدود کردند و در ادامه تجمع دانشجوها مطالبات خودشون رو تو توماری که همه دانشجوها امضا کرده بودند به رئیس دانشگاه تحویل دادند. ولی رئیس دانشگاه اعلام کرد که خواسته دانشجویان منطقی نیست و دانشگاه اعتباری برای یارانه عیاب ذهاب نداره و این باعث شد دانشجو تجمع خودشون رو تا ساعت 20:30 ادامه دادن. در این میون معاون سیاسی فرماندار مجبور شد که به نزد دانشجوها بره و برای خاتمه دادن به تجمع اونا قول داد تا 10 روز آینده به تمامی خواستهای دانشجوها رسیدگی کنه. با وجود اعتراضات صنفی دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف، سانسور اخبار این اقدامات نارضایتیه شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور رو برانگیخته. هفته گذشته این شوراها با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به سانسور اخبار و حرکات اعتراضی دانشجوها اعتراض کرده. تو این اطلاعیه اومده تجربیات چند سال اخیر فعالین صنفی دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که گویا رسانه‌ها نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده و در بسیاری از موارد
از کوشش مطالبات دانشجویان سر باز زدند، بلکه هر جا که توانستند به نفع جریان مطبوع خود به موج سواری پرداخته و باعث انحراف حرکت دانشجویان شدند. این اطلاعیه میگه که از رسانه‌های داخلی وابسته به جریان‌های خاص انتظار نداره که اخبار دانشجویی رو پوشش بدن، ولی رسانه‌های مستقلی که با استفاده از فناوری‌های ارتباطی وظیفه خودشون رو اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه می‌دونن، بهتره برای نشون دادن رسالت خودشون و اثبات ادعای مستقل بودنشون دست به پوشش فعالیت‌های دانشجویی بزنن که توسط رسانه‌های جریان اصلی به شدت سانسور میشن و مورد بی‌اعتنایی قرار